سلام 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 سلام. خب من کامنت ها رو فعلا میبندم اوکی و الان اون 10 نفری که آنلاین هن فکر کنم یه نفرشون شمایید، ما افقی خواهیم بود. فکر کنم همه بچرخونم و فکر کنم یه خورده که ما شروع کردیم به صحبت کردن بعد کامنت ها رو باز کنیم که گفتگو چند طرفه بشه، اگه شما موافق باشید. آره حتما. بسیار خوب. خب ما یه دقیقه دیگه زمان شروع رسمی گفتگومونه. قبلش من و شما یک هماهنگی با حضور مخاطب بقیه بکنیم. آره، من داشتم فکر می‌کردم اگر موافق باشید اول یه تعریف یا در واقع تصور خودمون از هر کدوم از این کلمه ها رو بگیم، اینکه برای ما ریپرزنتیشن چیه و پرزنتیشن چیه، چون فکر می‌کنم خیلی معانی متفاوتی و گسترده‌ای داره. اما منظورمون چیه که بعد جلوتر که میریم مشخص بشه داریم راجع به چی حرف میزنیم و بعد حالا ببینیم گفتگو به چه سمتی میره دیگه. منم یه سری سوال و اینا برای خودم یادداشت کردم که دغدغه های ذهنیم بوده. ببین ایده ای که صدای من اولا خوب میاد، چون نمیدونم با این صدا خوب میاد یا نه. اولا من بزنم رسید که اولا این هم جزء گپمون قرار بدیم که توی انگلیسی به خصوص، چون بیشتر از انگلیسی یعنی تو انگلیسی ما استفاده، یعنی اونجوری که ما از این کلام دو کلمه استفاده میکنیم توی هنرهای اجرایی جوریه که توی انگلیسی استفاده میشه، نه جوری که تو فرانسه استفاده میشه لزوماً. نگاه کنیم ببینیم، من حالا به ذهنم رسید که مثلا یه سری جمله هایی رو که توی تصور کنیم که یه سری جمله هایی رو که از کلمه پرزنتیشن یا پریزنت و ریپریزنت استفاده میشه توی انگلیسی استفاده کنیم، همه چی رو ترجمه کنیم به جز کلمه پرزنت و ریپریزنت، که بعد ببینیم چه کلمه هایی تو فارسی به جای اینا میتونیم حداقل توی اون جمله ها استفاده کنیم. بعد ایده من اینه که ببینیم توی چیزای دیگه زندگی روزمره چجوری ما از اینا استفاده میکنیم، یا چجوری میتونیم چه میدونم مثلا توی یه شغل چی رو پریزنت میکنه، چی رو ریپریزنت میکنه، توی معماری، توی چه میدونم ورزش چی جوریه. بعد بریم سمت هنرهای دیگه که توی هنرهای دیگه چه جوری ریپریزنت و پریزنت استفاده میشه یا میتونه استفاده بشه از دید شما و من و اون عده‌ای که دارن میبینن. بعد بریم سراغ هنرهای اجرایی و بعد حالا ببینیم به کجا میکشه. نمیدونم همه اینا توی یه ساعت شاید زیاد باشه. ما فکر کنم تا 9:30 نهایت وقت داریم، حالا هر چقدر که شما وقت داشته باشین و بتونیم بحث اونجا رو بره. 9:30 یعنی الان 8 یک ساعت و نیم دقیقه. اوکی. آره. ببینیم تا کجا پیش میره. خب فکر کنم شروع کنیم به صورت رسمی. عنوان بحثمون رو گذاشتیم گپ و گفت درباره پرزنتیشن و ریپرزنتیشن. من یه کوچولو بگم که چرا اصلا این عنوان رو گذاشتیم و گپ و گفتش به خاطر این بود که تصمیم گرفتیم واقعا نریم خیلی سمت درس خوندن و نظریه پردازی، یه خورده راجع به تجربیات عملیمون و دغدغه هایی که چند وقت داشتیم و هر کدوم از ماها احتمالا و خیلی آدم های دیگه راجع به موضوع دارن فکر میکنن و فکر کردن حرف بزنیم. ریپرزنتیشن و پرزنتیشن رو نتونستم من به شخص ترجمه کنم و فکر کنم ریپرزنتیشن ترجمه جا افتاده داره، بازنمایی ترجمه شده، ولی پرزنتیشن خیلی ترجمه درستی نداره و برای همین تصمیم گرفتن که همون انگلیسیشو بذاریم. حالا در ادامه این گفتگو اصلا راجع به همین معنا و مفهومش و چقدر میتونیم ترجمهش کنیم یا نمیتونیم هم فکر کنم حرف بزنیم دیگه. همین دیگه. آره و سلام به همه. سلام به واسمان آدم که جدیدی رو برام. آره نمیدونم، من کلا توی اینستاگرام خیلی 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 تازه واردم. چرا اینو گفتم نمیدونم. منم به این دلیل من موقعی که کار تئاتر میکردم، اواخری که کار تئاتر میکردم، برام این مقوله جدی شد اینکه به این دوتا توجه کنم. بعد بهش فکر میکردم گاهی، بعدش دیگه بهش توجه نمیکردم تا کار آخری که خودم کردم، اونم به واسطه این که خب کار تئاتر نبود، اونم به واسطه این که
کسی که اومده بود نظر دراماتورژیک بده به کارم براش خیلی جالب بود، برای اینکه کار خیلی خیلی پریزنتیشن بود براش، یعنی میگفتش که این جالبه توی رقص که پریزنتیشن اتفاق میفته، ما اینو نداریم و فلان اینا. و بعد باز برام جالب شد بهش دقت کنم، تا اینکه یه مدت پیشم باز با یکی دو نفر از اونایی که توی زمینه کوریوگرافی خیلی فعالن یه گپ و گفت کوتاهی در این مورد زده شد. اونا از مدرسه، یعنی از شیوه پرداختن به کوریوگرافی میان که خیلی 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 ابسترکت، و برای اونا باز نوعی که برای اونا چجوری معنا داشت پرزنتیشن و ریپرزنتیشن باز باعث شد که به این فکر کنم. فکر میکنم مهمه به این فکر کردن، و اون موقعی که من ایران بودم و اون بخصوص اون موقع که درس تئاتر میخوندم، جالبه که اصلا در این مورد تو اون موقع جنریشن ما، و فکر میکنم نه فقط توی دانشگاه من که سوره بود، فکر میکنم تو دانشگاه دیگه چون با بچه های هم دوره ایام توی دانشگاه دیگه هم در ارتباط بودم، فکر کنم چیزی نبود که مبحثی نبود که دانشجوها باش روبرو بشن توی دانشگاه به واسطه برنامه درسی دانشگاه. حالا اینکه هر کسی خودش چقدر آشنا میشد با این مقولا، در حالی که این چیزیه که این چیز جدیدی اصلا نیست، یعنی توی به خصوص توی هنر اجرایی چیزیه که دهه 50 و 60 بهش شروع شده، بهش پرداختن و قلش هم توی دهه 60 و 70 بوده. الان دیگه تقریبا مسئله نیست، ولی فکر کنم مهم، یعنی پرداختن بهش جالب باشه. پیشنهادی که من دادم، الان داشتم توی هماهنگیمون با کیوان میگفتم، اینی که بریم یه سری جمله هایی توی ذهن کاری الان بذاریم کنار، بحث هنرهای اجرایی و هر هنر دیگه ای رو بریم، برای اینکه اون عده‌ای که حالا یا زبانشون خیلی خوب نیست یا به این مقوله نمی پرداختن قبلا، بریم یه بررسی بکنیم توی زندگی روزمره چجوری توی انگلیسی ما از پرزنتیشن و ریپرزنتیشن استفاده میکنیم، هم به اون دلیلی که کیوان توضیح داد و هم به خاطر اینکه فکر کنم اینجوری یه کمی جالب وارد ماجرا شدن. در نتیجه من یه سری جمله نوشتم که به جای اینکه همه چیشو ترجمه میکنم، به جای اینکه ریپرزنتیشن و پرزنتیشن رو ترجمه کنم، اونا رو جای خودشون میذارم. موافقی کیوان؟ آره، برای من مترجم بسیار جذاب. مثلا اگر که مثلا یه نفر توی فرودگاه پلیس بهش میگه که اونجایی که پاسپورت چک میکنن یا جاهای دیگه‌ای که ممکنه توی فرودگاه توی ترانزیت ها پلیس ازت پاسپورت رو بخواد، در نتیجه تو وای میسی و پاسپورت رو به پلیس پرزنت میکنی، اینجا میشه ارائه بدی، میشه بدی، دست به دست کنی. یا مثلا توی یه دادگاهی شواهد به صورت مکتوب به قاضی پرزنت میشه. صدای عجیبی میاد. یعنی ارائه میشه یا تحویل داده میشه. چه میدونم، مسعود خودشو به مادرم پرزنت کرد، یعنی معرفی کرد. تصور کنیم که یه نفر یه بیماری به واسطه یه بیماری روانی داره دارو مصرف میکنه، میگیم که چه میدونم اون اگر که الان داروشو داره مصرف دیگه نمیکنه، در نتیجه ممکنه به خودشو بقیه خطر پرزنت بکنه. اینجا نمیشه ترجمه کرد چی برسونیم، ابراز کنیم، خطر برسونه، ابراز کنه، نمیدونم. مثلا یه آقای بوده حضور خطر بشه در دیگران، احضار خطر بشه، احضار خطر بشه. یا مثلا یک نفر که ما به عنوان مرد میشناسیمش، اون خودش رو برای کار جدیدش که رفته بود دنبال کار جدید بگرده و قبول شده بود، اونجا خودش رو به عنوان زن معرفی کرده بود، به عنوان زن پرزنت کرده بود و یه اسم
معمول زن رو هم برای خودش انتخاب کرده بود. این به معنای معرفی نیست، میدونی چی میگم؟ اینجا به عنوان معرفی نیست، به عنوان یعنی کاراکتر تو کلن، پرسوناج تو یه چیز دیگه ای ارائه میدی. اینو باز نمیدونم، چون معرفی نیست، به عنوان زن معرفی خودتو نمی کنی، یعنی همون اینجا ارائه است معرفی به نیست، نظر. ارائه میشه. آره، حالا برای ریپریزنتیشن که خب ساده تر خیلی، ما مثلا برای امور قانونی یه بزرگسال باید حتما ریپریزنت کنه بچه ها رو، مشخص یعنی چی؟ نمایندگی کنه، نمایندگی کنه. چه میدونم، رضا مثلا که توی جشنواره فجر جایزه طراحی صحنه رو گرفت، مریم ریپرزنتش کرد برای گرفتن جوایز، به یعنی نمایندگی اینکه از اون رفتش، به جای نمایندگی اون از رفت. اون، به جای اون. توی مثلا این نمایشگاه X یا Y آثاری که ارائه شده بودن به خوبی انتظار رو ریپرزنت می کردن، یعنی انتظار رو نمایندگی نیست، برای اینکه انتظار بازنمایی؟ بازنمایی هم نیست، نه باز نیست. معرفی هم نیست، دلالت بر چیزی کردن شاید. دلالت نیست، برای اینکه انتظار رو در هر حال پرزنت نمیشه کرد، برای اینکه تابلوه وجود داره، آره. در نتیجه پرزنت نمیشه کرد، یعنی نشون میدادن، انتظار رو نشون دادن، نمیدونم. حالا برای همین ما میگیم جایی چیزی گیر بکاری میافتیم. بجاشی آره. استفاده. اون توی نمایش هملت پرسوناج دزدمونا رو ریپریزنت میکرد، یعنی بازی میکرد اینجا. اینا چیزایی بود که یه سری جمله ساده، یعنی نمیدونم، ما الان میدونیم که داریم در مورد چی کلمه چیه و میدونیم که خیلی توی فارسی یه کمی پیچیده است تعریف کردنش. خب تو چیزی داری اضافه کنی چیزی که من نه، گفتم؟ منم راستش چیزهایی که یعنی بهش فکر میکردم همین بود. برای من خب خیلی پررنگ توی یه جایی خیلی خودشو پررنگ نشون میده و اون کلمه همون ریپرزنتیو که خیلی تو قانون و مجلس و اینا به کار میره و اصلا یکی نماینده یکی دیگه. من موقعی که داشتم برای این گفتگومون یه خورده آماده می شدم، داشتم فکر می کردم، هی سعی می کردم برای خودم تعریف به دست بدم و می دونستم که کار عبثیه چون در نهایت به تعریف نمی رسیم. اما یه چیزی که الان، حالا تعریفی که نوشته بودم و الان هم تا حدی، نه هم کامل ولی تا حدی با این نمونه هایی که گفتیم می خوره، اینه که وقتی پرزنت میشه یک چیزی ارائه میشه که خودشه. یعنی اگر پاسپورت داره پرزنت میشه به عنوان خود پاسپورت ارائه میشه، اگر یه نفر خودش رو پرزنت میکنه به عنوان خودش رو پرزنت میکنه، اگر بیماری هست خود بیماری مد نظره، اگر خطر هست خود خطره. اما اونجا برای من سوال شد که یه آدمی خودش رو با جنسیت دیگری پرزنت میکنه و این اون وقت سوال میشه که چطور میتوانیم خودمون رو به شکل دیگری پرزنت کنیم. اینو نگه میدارم جلوتر، میخوام راجبش یه خورده بیشتر حرف بزنیم چون من از هم بحث جالبیه، چون بدون شک من خودم رو وقتی که جنسیت خودم رو دارم چیز دیگری میگم، کس دیگری رو ریپرزنت نمیکنم. حالا ریپرزنت برام ارائه چیزی بود که اینجا نیست یا من نیستم، جای دیگری است. حالا من یا دارم بهش نمایندگی میکنم یا دارم بهش اشاره میکنم یا دارم نشونش میدم از طریقی، من یا اون چیزی که داره ارائه میشه خودش مسئله نیست، همیشه به یک دیگری وصله توی ریپرزنت. چه من نماینده باشم که ریپرزنتیتیو یک ناحیه‌ای باشم و دارم مردم اونجا رو نمایندگی میکنم، چه بازیگر باشم روی صحنه که دارم اوفلیا رو ریپرزنت میکنم، چه نمیدونم این لیوان باشم توی یک نمایش آبجکت تیاتر که دارم
مثلا قصر السینور رو ریپرزنت میکنم، گرچه باز این یه خورده از نظر ظاهری دیگه ریپرزنت نیست. این ماجرای ارائه، یعنی کلمه‌ای که پریزنتیشن داریم براش تو فارسی و خیلی برای همه آشناست، احتمالا پریزنتیشن های کلاسیه، ارائه های کلاسیه. ما تو دانشگاه میگفتیم که من پریزنت دارم. حالا اون پریزنته چی داره در ماهیتش که به این پریزنت ما میخوره؟ من در کلاس چی کار میکنم؟ حالا ادامه این چیزی که گفتی، باز منم اگه یادم به یه چیزی اومد که این که ما موقعی که چه در مورد پریزنتیشن چه در مورد ریپریزنتیشن، ما سه تا یعنی سه تا عامل داریم، یا نه سه تا عامل کلمه درستی نیست، در هر حال یکی پرزنت کننده هست، یکی مخاطب یکی پرزنت کننده یا ریپرزنت کننده هست، یکی مخاطب پرزنتیشن یا ریپرزنتیشن هست، یکی هم چیزی هست که پرزنت میشه یا ریپرزنت میشه. همون چیزی که گفتی توی پرزنتیشن، اون چیزه که بین پرزنت کسی که پرزنت میکنه و مخاطب رد و بدل میشه، یا رد فقط میشه، یا خود کسی، یا خودشه، یا خود پرزنت کننده است، یا چیزیه که پرزنت کننده صاحب اونه یا سازنده اونه. یعنی منظورم مالکیت نیست، یعنی که از اون ارائه، یعنی اون مال، آره نه مالکیت هم هست، مال اونه. یعنی من چه میدونم، مثلا من به واسطه این، از این جهت مال یعنی خیلی شاید کلمه درست نباشه، من برادرم رو به تو معرف پرزنت میکنم، ولی چون برادر منه به تو معرفیش میکنم، چون دوست منه به تو معرفیش میکنم، یا مثلا کارم رو به تو معرفی میکنم، پرزنت میکنم، تزم رو به تو پرزنت معرف ارائه میدم، یا کاری که جدیدن تولید کردم. یعنی من توی این ماجرا نقش اصلی دارم. برام جالب شد چون دارم فکر میکنم بهش که آیا مثلا نمیشه یکی بیاد بگه که پاسپورت فلانی رو به من پرزنت کن؟ برای خودم الان نمیشه ها، خیلی نمیشه، یعنی تهش میشه پاسپورت مامانت رو به من پرزنت کن، نه پاسپورت کسی خیلی دوری رو. پاسپورت کسی دیگه ای رو به تو پرزنت کن. آخه تو این مورد ریپرزنت هم جواب نمیده. نه نمیده. پاسپورت. یعنی در نتیجه بذاریمش کنار. یعنی باید نه، سوالم اینه که، یعنی در واقع مثلا اینه که آیا خود اسمشو بذاریم ببخشید من نه شدم یک لحظه آره. الان هستم همه آره. داشتم گفتم که اسمشو بذاریم نمیدونم شی آبجکت، آبجکتی که داره پرزنت میشه، اوبژه‌ای که داره پرزنت میشه، اون اوبژه‌ای که داره پرزنت میشه چقدر به مالکیت یا ارتباط یا اتصالش داریم راجبش حرف میزنیم، چقدر داریم راجب ماهیتش حرف میزنیم، اینکه چگونه پرزنت میشه اون اوبژه، میتونه من باشه، کارم باشه، شغلم باشه، جنسیتم باشه، اما چقدر آن چیزی که هست به همان شکلی که هست داره پرزنت میشه، چقدر به عنوان چیز دیگری که اینجا ندارمش پس مجبورم از این استفاده کنم، یعنی رضا نیست که جایزشو بگیره، پس ایگرگ میره روی صحنه، من نیستم که توی مجلس حرف بزنم، پس ایگرگ جام حرف میزنه، یا من نمیتوانم، من به عنوان یک کودک هنوز اونقدر دارای عقل نیستم که بتونم مثلا یه تصمیمی بگیرم، پس میسپرم به پدرم یا پدرم جای من این کار رو میکنه. آره درست داره میگی. آره نه ربط مالکیت واقعا نداره، ربط به چرا من
چرا من اون به ذهنم رسید که ربط مالکیت داره؟ خب بعدم بهش فکر میکنم. آره ربط مالکیت نداره، درست میگی کاملا. ولی خب تو اینو میخوای ادامه بدی یا اینکه من باز بارز برگردم به همین نه قسمتی که ممکنه در مورد ریپرزنتیشن هم اشتباه میکردم؟ ولی توی ریپرزنتیشن اینو میخواستم بگم که تو مالک اون نیستی، ممکنه که تو یعنی تویی که ریپرزنت میکنی یه چیزی رو برای مخاطب، ممکنه رفت مستقیم به تو نداشته باشه، خارج از توه. داشتم میگفتم که آره همه چیز تمرین شده بود، عددای یکسانی بودن، یعنی اینجور نبود که برای روز اول اجرا یه سری پارتیشن داشتیم برای روز دوم پارتیشن رو عوض میکردیم، نه عددا یکسان بود، پرفورمرها یکسان بودن، ولی چون که همیشه در حال انجام عمل خود عمله بودن و برای انجام اون عملها باید واقعا انرژی فیزیکی و ذهنی خرج می‌کردن، در نتیجه انجام خود عمل اینقدر سخت بود که احتیاج، یعنی که امکان ریپرزنت کردن وجود نداشت. مگر اینکه پرفورمره میگفتش که خب حالا کی میفهمه من دارم همون عددار انجام میدم. یعنی به راحتی میتونست اینجوری باشه که حتی شاید منم به عنوان کوریوگرافر گولشو میخوردم، یعنی منم نمیفهمیدم که این الان داره اون حرکتایی که من گفتم انجام میده یا نه. برای همین دارم میگم از بیرون تو، یعنی ریپرزنتیشن و پرزنتیشن لزوما از بیرون قابل بحث نیست، بلکه بیشتر از این که از بیرون از تو قابل بحثه. باز یه مثال دیگه که میتونم بزنم، یه کاری دارم که شما پست توی همین چیز انانس این گفتگو قرار دادین، نگاه این توی این کاره یه سری کش، دو سر کش آهن رباست، یه سر کش با اون آهن ربا به یه دیوار آهنی وصله، یه سر کش که یه آهن رباست به یه سری آهن ربایی که به بدن من هست وصله. من میام و این کش منو معلق میکنه توی، یعنی تصور کن کشا اینجوری به دیوار آهنی وصله، من اگر از یه حدی بیشتر بکشم کشا از بدن، آهن رو با از بدنم جدا میشن، از یه حدی هم کمتر بکشم کشا هلال میشن. در نتیجه من همیشه در حال کنترل هر کار دیگه ایم که همزمان دارم انجام میدم، که کار پیچیده ایم انجام دارم نمیدم، یه سری حرکت خیلی آهسته است که تند که میشه تبدیل به یه رقص ایرانی بابا کرم طور میشه، منتها همیشه من باید هر حرکتی رو کنترل کنم که نه نخشل بشه نه کنده بشه. حالا این به این معنا نیست که کل ماجرای پرزنت من دارم پرزنت می، با چون که ذهن من درگیر، یعنی بدنم درگیر اینه که چیزی از چیزی کنده نشه، یه بخش پرزنتیشن پرزنس من خیلی بیشتر از سویه ریپرزنتیشن پرزنس منه. و من فکر کنم پرزنتیشن و ریپرزنتیشن به این دب داره، پرزنت یعنی خیلی ساده توی این جمله هست که پرزنت کردن موقعی که پرزنتیشنه هدف اون چیزی که داره پرزنت میشه خود عملیه که داره پرزنت میشه، به این سادگی، به همین سادگیه. یعنی هر چقدر هدف منطبق باشه با خود عمل، که اون عمل میتونه عمل پیچیده‌ای باشه یا عمل خیلی ساده‌ای باشه، اون عمل ساده میتونه هدف من این باشه که روی یه قالب یخ مثلا تا یخ آب بشه، اینقدر ساده، تا اینکه اون پارتیشنه رو بتونه انجام بده، پارتیشنی که اعدادش دائم در حال تغییر. موقعی که چیزی که داریم ارائه میدیم، یعنی چیزی که داریم پرزنت میکنیم همون عملی باشه که دامش میدیم، هر چقدر ندوتا رو هم منطبق باشن کاملا نمیتونه منطبق باشه، ولی هر چه به هم انطباقشون تلاش بشه بیشتر به هم منطبق بشن، به پرزنتیشن بیشتر نزدیک میشیم و از ریپرزنتیشن دور میشیم. مرسی، منظرم نقطه خوبیه.
برای تمام کردن بحث ما، بحث کلن تمام نمیشه میدونم، ولی الان جای خوبیه فکر کنم. مرسی علی، ببخشید که ما هی قرد شدیم، هم از شما علی هم از کسایی که دیدن، ببخشید که به همه سوال ها نتونستیم جواب بدیم و همین دیگه، خدافظ همگی. خب علی باز قرد شد. من فکر کنم نه هستی، صدات هست، تصویرت نیست. الان تصویرت هم هست دیگه، صدات نیست.